حمد و سپاس الله را و سلام و صلوات بر معلم بشریت و پیامبر انسانیت، او که در روز قیامت شفاعتگر ما خواهد بود، سرور ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. یک بار دیگر ادامه سرگذشت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دنبال می کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با جایگاه خود در مدینه به مانند منبع نوری بود که به تمام جهانیان روشنی و رحمت و برکت می بخشید. آری ای برادرم، صلح حدیبیه بهترین و بارزترین مثال برای این موضوع است و با جریان صلح حدیبیه همراه می شویم تا از رسول الله بیاموزیم که چگونه دست صلح به سوی قومش دراز نمود و مانع خونریزی گردید. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابی دید که باعث خوشحالی و شادمانی ایشان شد. بنابراین یاران خود را فراخواند و خواب را برای آنها تعریف نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواب دیده بود که به همراه یارانش به زیارت خانه الله رفته است و کلیدهای کعبه را به دست دارد و همه مشغول طواف هستند و به سعی بین صفا و مروه می پردازند و سپس موهای سرهای خود را می تراشند و یا کوتاه می کنند. الله اکبر. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به یارانش فرمود که خود را آماده و مهیا کنند تا به سفر عمره و زیارت خانه الله بروند. همسرم، آن شیر را کنار بگذار، مژده بده. چرا؟ چه شده مرد؟ از خوشحالی پرواز می‌کنی؟
مژده مژده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برای سفر عمره آماده شویم. واقعا این طور فرمود؟ آری، رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب دیده که همراه ما بوده و کلید کعبه را به دست داشته. وقتی ایشان خواب خود را تعریف کرد، مسلمانان همه دعا کردند و با خوشحالی تکبیر گفتند. سپس رسول الله دستور داد که برای عمره آماده شویم. پس وقت را هدر نده، باید هرچه زودتر خودمان را برای زیارت خانه الله آماده سازیم. چقدر دلتنگ خانه کعبه هستم. آری، قبلن عشقهای تو را پاک می کردم و تسکینت می دادم، اما اکنون می دانم که این عشق عشق شوق است. هرچه زودتر همه چیز را آماده می کنم تا ما اولین همراهان رسول الله در این سفر باشیم. و من هم کمکت می کنم. عجله کن، عجله کن. پیامبر نیز آماده و مهیا بود و بهترین لباسهای خود را پوشیده بود. رسول خدا دستور داده که هیچ کدام از شما نباید سلاحی به جز سلاح مسافران با خود حمل کنید. ما به جنگ و مبارزه نمی رویم، بلکه بندگانی صلح طلب هستیم که می خواهیم خانه خدا را زیارت کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر شتر خود سوار شد و دستور داد که به سمت خانه خدا حرکت کنند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش به منطقه ذوالحلیفه رسیدند، احرام بستند و نیت عمره نمودند و سپس لبیک گویان و تکبیر گویان به سوی خانه الله حرکت کردند. لبیک اللهم لبیک، لبیک الله شریک لبیک، این الله والنعمت لك والملک لا شریک لبیک. الله را شکر، الله را شکر که زنده ماندم و امروز را دیدم که سرانجام به خانه الله می رویم. دلتنگی ما طولانی شد و چندین سال است که خانه الله را ندیده ایم. اکنون الله متعال به ما توفیق داده که به زیارت کعبه برویم. محمد چطور جرأت کرده به اینجا بیاید؟ از مرگ نمی ترسد؟ تعداد همراهانش بسیار زیاد است. قبلا دیده ایم چگونه می جنگند. آنها بسیار شجاع هستند و حاضرند جانشان را فدای محمد و دینش کنند. پس او به قصد جنگ و حمله آمده است؟ بله قسم نه، تا جایی که من می دانم او فقط برای زیارت و طواف کعبه آمده است. ما از فریب او و یارانش در امان نیستیم. آنها میخواهند بر خلاف خواسته ما وارد مکه شوند. اجازه نمیدهیم وارد کعبه شود و با او اعلام جنگ میکنیم و پیش از آن که پا به مکه بگذارد او را از بین میبریم. پس قبیله های مختلف را جمع کرده و راهش را به کعبه میبندیم. این گونه در میان مردم سربلند خواهیم بود. چه شده برادر؟ محمد و یارانش به زودی به زیارت کعبه می آیند. مگر تعجبی دارد؟ قریش به او اجازه نمی دهد، اما من می خواهم او را ببینم. ای رسول الله، سران قبیله ها جمع شدند تا مانع رسیدن ما به کعبه شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از یارانش درباره این موضوع مشورت خواست. ابوبکر به ایشان گفت ای پیامبر،
الله و رسولش صلاح ما را بهتر می دانند. ما به نیت زیارت خانه الله آمده ایم و قصد نداریم با کسی بجنگیم، مگر آنکه کسی خودش با ما بجنگد و هرچه شما بفرمایید امر همان است. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. آنها با خود سلاحی ندارند و دست خالی آمدند، اما گروهی هستند که سلاح دارند تا از آنها در حین حرکت حفاظت کنند. آیا آنها مانع هجوم ما می شوند؟ نه اصلا. صبر می کنیم تا نماز را شروع کنند و سپس حمله می کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با کمک وحی الهی از نیت خالد ابن ولید آگاه شد و برای همین مسلمانان را دو گروه نمود و به نوبت همراه آنان به اقامه نماز خوف پرداخت. ناگهان خالد ابن ولید احساس عجیبی پیدا کرد و از اینکه در هنگام نماز به پیامبر و مسلمین حمله کند پشیمان شد. منتظر چه هستیم ای خالد؟ مسلمانان همان کار همیشگی را شروع کردند که به آن نماز میگویند. نمیدانم، اما میترسم مردم بگویند که من به آنها خیانت کردم. به نظرم بهتر است همینطور آنها را زیر نظر داشته باشیم و بعد اگر کاری کردند به آنها حمله کنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مسلمین دستور داد که از مسیر همیشگی خارج شوند و راه دیگری را انتخاب کنند، تا به این ترتیب در میان راه با مشرکان برخورد نکنند. مسلمین باید از راهی سخت و ناهموار به مسیر خود ادامه می دادند. چه شد؟ به کجا می روند؟ انگار می‌خواهند از یک مسیر دیگر بروند. پس بیایید به نزد قریش برویم و ماجرا را تعریف کنیم. باید به آنها هشدار دهیم. ناگهان شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر زمین نشست و دیگر از جای خود تکان نخورد. سعی کردند تا شتر را بلند کنند، اما شتر بلند نشد. صحابه گفتند شتر خسته شده و نمیتواند ادامه دهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به الله قسم که شترم قسوا از این عادتها ندارد و بی دلیل بر زمین نمی نشیند. این شتر را فرمان الله متعال باز داشته است، چنان که فیل بزرگ سپاه ابرهه را باز داشته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به یارانش دستور داد که در این منطقه که حدیبیه نام داشت توقف کنند و منتظر بمانند. ای رسول الله، تشنگی طاقت ما را گرفته است و به زودی هلاک خواهیم شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا مقدار کمی از آب مانده است؟ آری، بسیار کم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن را برای من بیاور. هنگامی که رسول الله دستان مبارکش را بر ظرف آب گذاشت، آب به حرکت افتاد و اضافه گشت و زیاد شد. الله اکبر، الله اکبر، الله را شکر، الله اکبر. این از برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و تو را جز رحمتی بر جهانیان نفرستادیم. راست گفت الله با عظمت. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان. و ای محمد، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. بگو در حقیقت به من وحی می شود که بی تردید معبود شما معبودی یگانه است، پس آیا تسلیم دعوت حق می شوید؟ رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعينينا. غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعينينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط الجنة ودينا. وصلت رسالتك نبيل.